ولی من فکر میکنم یه چیزی تو مقدمه هست که خود این مقدمه نه همش. آخه مثلا من دقیق نوشتم که خیابان‌ها و خانه‌های مردم، کتابخانه مونیخ، سوابق امکانات، مراسم جشن تولد یک تصویرگر آلمانی کتاب کودک، بازار بچه‌ها و حضور حیات کتاب، موزه های کتاب، دوستان همدوره‌ای، خانه‌ای که در آن اقامت داشتم و مهربانی‌های خانم صاحبخانه، توصیف نمایشگاه فرانکفورت، جشن اکتبر، نظم، آرامش، جدیت، طبیعت، شرایط اقلیمی آلمان، سیستم پیشرفته شهری، بناهای تاریخی، کنسرت و اپرا، فوتبال و جام ملت‌های اروپا، شهرهای اطراف، دلتنگی‌هایم برای ایران، مهمان شدن در خانه دختر خاله‌ام و همسرش، مهمان شدن در خانه یک بچه‌های کتابخونه که ما رو دعوت می‌کرد. اینا هست. اینا مگر اینکه من اینا رو بعضیاشو از حافظه خودم بگم. از رو نخونم نه. مهدی هجوانی با نام کوچک مهران در شناسنامه اول فروردین 1339 در تهران به دنیا آمده است. او دکترای پژوهش هنر، عضو هیئت علمی دانشگاه، نویسنده، مترجم و سرویراستار نشر است. اصلی ترین کارش تا امروز ادبیات و به ویژه ادبیات کودک بوده و بیش از هر کاری در تأسیس نهادهای فرهنگی و مدنی فعال بوده است. او همچنین در سال 1377 در تأسیس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان مشارکت کرد. هجوانی هم عضو هیئت مؤسس انجمن و هم از سال 1377 تا 1391 عضو هیئت مدیره بوده است. هجوانی در سال 1382 در شکل‌گیری نهاد مدنی دیگری با عنوان انجمن تصویرگران کتاب کودک به عنوان یکی از دو عضو هیئت مؤسس نقش ایفا کرده است. کتاب مونیخ به افق تهران که سفرنامه آلمانه 240 صفحه است، این رو من به تدریج نوشتم چون اصلا به کتاب بود شدنش فکر نمی کردم. اینه که یه بازه زمانی طولانی رو در پی داره، اصلا معناش این نیست که خیلی خوب روش چکشکاری کردم، این فقط به خاطر این است که تکه تکه اینا نوشته می شد و بازخوانی میشد. هجوانی در مرکز مطالعات ادبیات کودک در 4 همایش علمی مقاله ارائه کرده یا به عنوان عضو شورای علمی حضور داشته است. او دوبار و در سالهای 2005 و 2008 از کتابخانه بین المللی نسل جوان مونیخ بورس مطالعاتی گرفت و مجموعه 7 مقاله او به زبان انگلیسی در منابع کتابخانه ثبت شد. سال قبل از انقلاب پدر من به خاطر شرایط کاری سفرهایی به آلمان داشت. بعد از انقلاب هم برادرم مقیم اونجا شد و دو تا فرصت مطالعاتی در سالهای 2003 و 2008 من از کتابخانه بین المللی نسل جوان مونیخ یا کتابخانه بین المللی کودک و نوجوان هم میگن گرفتم و اونجا رفتم. خب فرصتی بود برای اینکه تو اون دلتنگی ها چیزایی رو من بنویسم. خاطره اصولا یک امر شخصیه. خیلی از مکانها مثل حیات خلوت خانه پدر بزرگ شما ممکنه شما رو یاد خیلی از چیزا بندازه، ولی من اون حیات خلوت رو ببینم هیچ حسی درم ایجاد نشه. اون متعلق به شماست اون خاطره، اما اگه اون خاطره جوری بیان بشه که با احساسات مشترک شما و خوانندتون پیوند بخوره، اون وقت دیگه از حالت شخصی بودن در میاد، تبدیل میشه به یک خاطره ای که قابل نقل برای دیگران. مونیخ به افق تهران شامل خاطرات مهدی هجوانی و بازگویی حسها، تجربه ها و برداشتهایش از سفر آلمان در دو مرحله و در قالب یادداشتهای روزانه است. این یادداشت‌ها از سال 2005 تا 2008 میلادی را در بر می‌گیرد. هر دو سفر در قالب فرصت مطالعاتی کتابخانه بین‌المللی نسل جوان مونیخ انجام شده است. هجوانی در این یادداشت‌ها طبق آنچه در مقدمه آمده با بیانی صمیمی و بیشتر با روایتی داستانی به مواردی از این دست پرداخته است. خیابان‌ها و خانه‌های مردم، فوتبال و جام ملت‌های اروپا، جشن اکتبر، فرهنگ مردم آلمان و تجربه‌اش از حضور در مدرسه آلمانی و البته دلتنگی‌هایی برای ایران.
اون اوائل من فقط می نوشتم، تصورم این نبود که اینا لزوماً ممکنه به کار دیگران بیاد، چون خانواده‌ام به من میگفتن چه خبر، اونجا چی کار میکنی، خود برامون بنویس. منم گفتم که حالا من برای دخترم باید یه بار توضیح بدم، یه بار برای پسرم بگم، برای خانومم بگم، برای دوستان بگم. نوشتم که من اینا رو شبا که میام مینویسم و براتون میفرستم، که خب خیلی بهتر از توضیح شفاهی منه، چون تو مکتوبات آدم کارو ویرایش میکنه، عقب جلو میکنه و شسته رفتش میکنه، از حرفای تکراری پرهیز میکنه. ولی فکر میکردم این دیگه از محدوده خانواده من و دوستان من فراتر نمیره، در حد یک کتاب ممکنه که ارزش بیان نداشته باشه. این اتفاق افتاد و بعد من اونجا خیلی یاد پدرم و برادرم میافتادم و بعد میمدم تو تهران، یه خاطراتی رو از تهران مینوشتم، از اتفاقات طنزآمیز و شنیدنی که اینجا افتاده بود، و بعد جای اونا رو خالی میکردم اونجا. گفتم من توی اتاقی هستم، این اتاق خالیه، هیچی توش نیست، بیش از حد این فضا دانشجویی، تنهام، الان غروبه و صدای تق‌تق ذرات باران روی شیشه اتاق هست و من الان اینجا نشستم و یاد آقا جون هستم. اینا که جمع شد اومدم تو تهران، خب بازنویسی کردم، البته با حفظ اون وجه سندیت کار که اطلاعات درستی باشه. تلقی خودم رو از جامعه آلمان نوشتم. احساسم هم این بود که این اگر کتاب بشه ممکنه به سوالات بعضی از جوانها که به مهاجرت فکر میکنند پاسخ بده، چون ما شاید از معدود کشورها تو دنیا هستیم که نوستالژیامون بیرونه سرزمینمونه، و خیلی ها مسئله مهاجرت براشون مسئله است، بهش فکر میکنن. خب اینا بدونن که این جامعه آلمان چگونه است، و فقط هم ستایشگرانه نباشه. ببین شما اونجا زندگی که یه مدت بکنید، اون وقت کم کم چشمتون باز میشه به بعضی از واقعیت‌های اون جامعه، از جمله مثلا تنهایی مردمی که اونجا هستن، تو رفاهن اما تنها، این تنهایی خیلی تو چشم میزنه. مثلا مصرف مشروبات الکلی بالاست. اینکه شما تصور کنید جامعه مدرنیه، بنابراین مثلا افسردگی توش نیست، نه اینطوری نیست. خب بچه دیگه این بود که این حرف ها حالت ستایش صرف یا مدداهی کشور و فرهنگ آلمان نباشه، هر دو وجهش دیده بشه. این مال زندگی کردن تو اونجا. حالا ممکنه مدتی هم که شما اونجا زندگی میکنید مدت کوتاهی باشه، اما کیفیت زندگی مهمه. ممکنه یک کسی 5 سال توی جامعه زندگی بکنه اما وارد اون جامعه نشه. ما آدمی رو سراغ داشتیم تو لندن که 11 سال بود تو انگلیسه ولی هنوز انگلیسی نمیتونه صحبت بکنه. اینا کسایی هن که میرن تو اون مجموعه های خودشون. این تو ایرانی ها و ترک ها سابقه داره، یه جورایی فقط با هم ارتباط دارن، وارد اون جامعه نمیشن بعد از 11 سال. اما ممکن یک نفر 3 ماه توی کشوری باشه اما خودش اصرار داشته باشه که وارد فضاهایی بشه که حقایق اون جامعه رو بهتر بفهمه، که نه فقط تعریف بکنه و نه فقط انتقاد بکنه. یک وجه دیگه این کتاب که من سعی کردم بهش توجه بکنم این بود که هم اینفورمیشن باشه هم انترتینمنت، که اینا رو غربی ها تلفیق کردن، به یه واژه جدید رسیدن به نام اینفوتینمنت. یعنی بهترین شیوه این است که ما هم اطلاعات بدیم و هم
سرگرمی بیافرینیم. حالا سرگرمی در یک کتاب جدی این نیست که مثلا جدول برای حل کردن داشته باشه یا صفحه خواندنی ها و جوک و طنز و اینا باشه. سرگرم کنندگی تو فضاهای مختلف معانی مختلف داره، یعنی مصداقهای مختلف داره. سعی من این بود که این صمیمیت توی نثر باشه، بیان بیان ادبی نباشه، بیان بیان مقاله‌ای نباشه، نان فیکشن نباشه، نگارش ارتباطی نباشه، یا به قولی کامیونیکیتیو رایتینگ نباشه، کریتیو رایتینگ باشه، یعنی نزدیک بشه به داستان. خیلی مشکلی که بتونم یک نفس از زیبایی‌های مونیخ بنویسم. در اون صورت توصیفم شبیه به توصیف‌های اونور دو بالزاک، رمان نویس فرانسوی میشه، که مثلا یک سفر رو خرج توصیف جزئیات یک اتاق کرده. گاهی خونه های اینجا رو که میبینم به خودم میگم خونه ها و مناظر بهشتی رو که ما از کودکی تو کارتون های تلویزیونی دیدیم و در نظرمون قلوب آمیز اومدن، اینجا میتونی به چشم ببینی. اما مهمتر از مناظر و مرایا وجود سه نعمت گرانبهاست: رفاه، امنیت و آزادی. اینطور شنیدم که ظاهرا تو سالهای اخیر رفته رفته اقبال و استقبال جامعه نسبت به کتابهای خاطره افزایش پیدا کرده. خب اینم یه جور خاطره است، مثلا خاطرات سفره، عبارتی سفرنامه. و یاد حرف مارکز میفتم در کتاب زنده هستم تا روایت کنم، که میگه ما یک عمری قصه دیگران رو نوشتیم و بعد فکر میکنیم که ای کاش هم قصه خودمون رو نوشتیم.